آیا منجمد شدن می تواند امیدی برای زندگی در آینده باشد؟ تمایل بشر به زندگی جاودان و فرار از مرگ همواره وجود داشته و در طول تاریخ آدم‌های زیادی با صرف زمان و هزینه‌های هنگفت به دنبال اکسیر جوانی و زندگی ابدی بودند. اما در سالهای اخیر پیشرفت دانش سرمازیستی باعث شده انسان‌ها به طرز جدی‌تری به زندگی جاودانه فکر کنند. حالا اصلاً سرمازیستی چیه؟ چقدر احتمال وجود داره که به این روش انسان به زندگی جاودانه نزدیک‌تر بشه؟ سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدین. موضوع ویدیوی امروز ما اینه که آیا منجمد شدن میتونه امیدی برای زندگی در آینده باشه؟ اگه شما هم کنجکاو شدین در این باره بیشتر بدونین تا پایان این ویدیو با ما همراه باشین. ولی لطفاً اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای باخبر شدن از آپلودهای جدیدمون روشن کنید. سرمازیستی. سرمازیستی دانشی نوبنیاد هستش که در اون با پایین آوردن دمای بدن انسان یا جانوران سعی در سالم نگه داشتن بدن برای آینده می کنن. در این روش تمام خون بدن رو تخلیه و اونو منجمد می کنن. در این روش برگشت به زندگی برای بیمار ممکن نیست و این کار تنها برای آینده و فناوری آینده انجام میشه. و از سال 1967 مؤسسات زیادی به این حوزه قدم گذاشتن که الکور یکی از بزرگترین سازمان‌های فعال در این زمینه است که با اتکای فناوری‌های پیشرفته و راهکارهای درمانی حمایتی در این حوزه فعالیت می‌کنه. در این سازمان فرایند انجماد انسان در بهترین شرایط لحظاتی بعد از ایست قلبی شروع میشه. گردش خون و تنفس به روش مصنوعی حفظ میشه و به منظور محافظت از مغز در برابر کمبود اکسیژن داروهایی تجویز میشه. هدف اساسی انجماد انسان شانس دوباره برای زندگی به افراد و گسترش طول عمر اونهاست. اما دانشمندانی که از این روش در مقیاس‌های کوچکتر برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌کنند، درباره استفاده از اون برای نگهداری انسان‌ها بعد از مرگ تردید دارند. مراحل انجماد انسان. در اولین مرحله انجماد انسان، بدن فرد بیمار بلافاصله در حمام یخ قرار داده میشه. در همون زمان از ماسک تهویه برای ادامه ارائه اکسیژن به اندام‌های بدن به خصوص مغز استفاده شده و از هپارین ضد انعقاد و CPR خودکار برای حفظ جریان خون استفاده میشه. در مرحله بعد بدن منجمد میشه، به این معنی که سلول‌ها و اندام‌های اون برای تغییر در دمای فوق‌العاده کم آماده میشن. این مرحله شامل جایگزین کردن مایعات بدن با عوامل ضد سرمازیستی هستش که در بدن تزریق شده و به عنوان ضد یخ عمل میکنه و بدن رو از آسیب‌های یخ زدگی محافظت میکنه. بعد از اون بدن توی یک کیسه عایق حفاظتی و بعد توی یک جعبه خنک کننده که در اون نیتروژن مایع به مقدار ثابت وجود داره قرار میگیره. این روند به آرامی و در طی چند روز اتفاق میافته تا وقتی که بدن به دمای منفی 200 درجه سانتیگراد برسه. کاربرد. انجماد و نگهداری نسبتاً کوتاه مدت یاخته‌های زنده در حال حاضر کاربرد وسیعی در شاخه‌های مختلف پزشکی داره. از نمونه‌های کنونی این روش میشه به انجماد اسپرم اشاره کرد. از این شیوه در آینده میشه در پیوند اندام استفاده کرد که تحولی بزرگ در پزشکی خواهد بود. اما در حال حاضر هدف اینه که درمان کسی که همکنون غیر ممکنه در آینده امکان پذیر بشه. انجماد انسان و دادن جان دوباره. در نهایت انجماد انسان و دادن جان دوباره به اونها هنوز هم جنبه داستانهای تخیلی و غیر واقعی رو داشته و بعضی‌ها هنوز هم با این فرضیه به شدت مخالفت میکنن و اونو خلاف اساس خلقت و آفرینش میدونن. گفته میشه هدف اصلی مطرح در روند سرمازیستی حفظ بدن انسانه. افرادی که امروز برای منجمد شدن داوطلب میشن به این واقعیت آگاه هستن که در حال حاضر روشی برای بازگشت اونها به حیات وجود نداره، بلکه فقط امیدوارن که شاید روزی علم به اندازه‌ای پیشرفت کنه که بتونه اونا رو دوباره به زندگی برگردونه.
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از دیلی میل، تقریباً 350 نفر از سراسر جهان بدنهای خودشونو بلافاصله بعد از مرگ در دمای بسیار پایین فریز کردن، به امید اینکه زمانی در آینده به زندگی بازگردانده شوند. و حدود 2000 نفر در مؤسسه کرایونیک ثبت نام کردند که بدنهاشون بعد از مرگ منجمد شه. به نظرتون بعد از بازگشت بدن به زندگی، مهارت‌ها و خاطرات انسان چگونه به مغز بازگردانده میشه؟ خوشحال میشیم اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و برامون نظرات و دانسته‌های خودتون رو در بخش کامنت بنویسید. ازتون ممنونیم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید.